اما کنار همه این اوضاع احوال، کنار همه این وکالت میدهم نمیدهم، ما متوجه میشیم که خانم زاغری، نمیدونم خانم زاغری میگم، خانم نازنین بنیادی، نمیدونم خانم علی نژاد تو اجلاس داووس شرکت میکنن. اینو شما چجوری تعریف میکنی؟ ببینید، از نظر من خیلی خوبه. ما هر جا بتونیم بریم صدا داشته باشیم خوبه. هر کجایی که بتونیم بریم دیدار کنن خوبه، بتونن برن صدا رو مردم ایران برسونن خوبه. چه بدی داره؟ چرا مثلا ما توی اجلاس‌های بین‌المللی، توی این دیدارهای بین‌المللی نباشیم؟ بسیار بسیار خوبه، ضروریه، حیاتیه، خلاصه میکنید. منتها ببینید، من کاملا با این حرکت ها موافقم، کاملا با این تلاش ها موافقم و اینها رو ضروری میدونم، اصلا از لوازم کار میدونم. اما مهم این مسئله است که توجه به این بکنید. ببینید، ما بایستی بدونیم میریم تو اینجا چی بگیم، چی بخوایم، که از این حضورمون مردم ایران بهره ببرن. ببینید دوستان عزیز، ملاقات برای ملاقات که به درد نمیخوره که. این که من برم پرونده سیاسی مو قطور کنم که به درد نمیخوره که. این که من برم عکسای یادگاری مو زیاد کنم که به درد نمیخوره که. باید ببینیم چی میخواییم و چی میگیم. نگاه کنید، تأکید میکنم، ملاقات برای ملاقات کارساز نیست. بد نیست، بازم تأکید میکنم، بد اصلا نیست، اما مؤثر نیست، سوزوندن امکانه. حالا این رو توضیح بدم، نگاه کنید که منظورم چیه. خب شما وقتی میرید، بنده اگه برم ملاقات نمیرم برای خودم چونه بزنم، مطلق. یادتونه این خصوصیتم رو همه جا دارم. من تو همین برنامه گفتم من سر جنبش دادخواهی اگه خانم شیرین عبادی بیفته جلو سر کشتار 67، من حاضرم کیف کشش بشم. یادتونه گفتم؟ اگه کسی نشنیده الان دوباره میگم. چرا؟ چون گفتم خانم شیرین عبادی دارای یه تیتر و عنوانه، برنده جایزه صلح نوبل، و این برای ما کارسازه و و این برندگیش بیشتر از ایرج مصداقی است. من با درک این مسئله میگم حاضرم برم کیف کشش بشم. چرا؟ برای اینکه میخوام یه دردی رو درمان کنم، برای اینکه میخوام یه گرهی رو باز کنم. از همه چی میگذرم، از غرورم میگذرم، از همه چی. آقا چه اشکالی داره؟ تو مگه اومدی برای خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یه خودت بری بالا بشینی، اون بچه ها برن جون بدن، اون بچه ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن، چیه؟ تو بشینی اینجا برای خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ اونی که روانیست. ببینید، پس من برای اینکه این جنبش دادخواهی یه قدم بره جلو، حاضرم این کار بکنم، با افتخار میکنم، با سر بلند میکنم. این یک. خب حالا میری ملاقات، خانم مسیح علی‌نژاد میره ملاقات برای خودش، اونجا سینه میزنه برای خودش، چونه میزنه، یا نه برای چی؟ برای اعتلاء. خانم مسیح علی‌نژاد خیلی خوب میتونه بره اونجا، اما چی؟
میتونه از همین موقعیتی که استفاده میکنه، دارید شاهزاده رضا پهلوی رو هیچکی باش دیدار نمیکنه تو این سطح های سیاسی قدرت. چرا؟ چون معنی داره. نه اینکه شأن ایشون پایینه ها، نه چون با من ملاقات میکنن شأن من بالاست، نه، برای اینکه او یک موقعیت داره به لحاظ حقوقی خب و سیاسی که گفتگو باهاش معنا داره. معنای سیاسیش یعنی چی؟ یعنی رژیم چنج، یعنی سرنگونی. و نمی کنن. وظیفه من چیه؟ منی که ملاقات میکنم چیه؟ منی که امکان دارم چیه؟ اگه رفتم اونجا جای اون حرف بزنم، اونو بکشم بالا ها، یا هر کیلی که فکر میکنم خوبه، نه اینکه میرم اونجا برای خودم چکش بزنم، نه اینکه میرم اونجا خودم رو مطرح کنم از امکانی که به دست میارم. دوستان این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید ها. و همچنین من، این مادرها داغدارن، اینا رو میبینی، اشکشو میبینی، آهشو میبینی، از خاطر این نیست که تو اینو پله کنی بری بالاها. این استثمار خونه و این زشت‌ترین کاره که ما از آه اینها، از ناله اینها، از درد اینها، از رنج اینها، از مصیبت اینها پله درست کنیم برای خود، برای بالا. اگه میری اونجا، اگه خودتو دیدی منفعت جنبشو ندیدی، اگه خودتو دیدی منفعت ایرانو ندیدی، داری پا میذاری رو خونه ها، داری تجارت میکنی با اون خونه ها. من اول به خودم میگم، به دیگر. اینو باید حواستون باشه ها، حواسمون باشه ها. میری ملاقات چی میگی؟ میگی من؟ یا نه چیز دیگه میگی؟ این یه مسئله خیلی مهمه. و اینکه ما از این ملاقات ها استفاده کنیم برای تیز کردن یک جنبش، برای تیز کردن یک جانشین، برای تیز کردن یکی در مقابل خامنه ای و اونا رو حسابرسی کنیم. چرا شما از فلانی دفاع نمی کنید؟ دوستان کسی ما رو نمی خره. من برم اونجا بگم چرا من حمایت نمی کنی؟ مسیح علی نجات بره اونجا این حرفا رو بزنه. ولی اگه بره اونجا بگه ما اینجا یک بدیل داریم برای دوران گذارمون، برای این مرحلهمون، برای امروزمون، شاهزاده رضا پهلوی، چرا حمایت نمی کنی؟ چرا دیدار نمی کنی؟ چرا ملاقات نمی کنی؟ خواسته بذار اون جلوش. تا کی میخوای با ما؟ تا کی میخوای با ما بازی کنید؟ خیلی راحته. اگرم نکنه که من میدونم نمیکنه، ولی صدای ما رو میشنوه، خواسته ما رو میشنوه. نه کسی بهتری که سراغ دارید اونو بگید. من اگه برم اینو میگم. خب؟ ولی یادتون باشه. و بعد نکته دیگه. حالا چون داووس سوال کردید بهتون میگم. ببینید متاسفانه خانم مسیح علی‌نژاد یه روزه بلده، دنبال یادگیری هم نمیره، اوستام هست، ولی شو یه روزه بلده، اونم روزه اشک و آهه. این روزه اشک و آه یه جایی کار کرد داره، خوبه، ولی نه همه جا. شاید ببینید همونجوری که یک لباس برای همه جا مناسب نیست، یه دونه روزه برای همه جا مناسب نیست. شما میتونی با لباس شب بری کنار دریا، با لباس کنار دریا بیای مهمونی شهر، راد نمیدن. ببینید یعنی هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اینه دیگه. خب خانم مسیح علی نشاد، شما رفتی تو داووس، اونجا تمام سرمایه‌دارا جمعن، سرمایه‌دارای عالم اونجا جمعن،
رفتی اونجا نمیدونم روزه ایران افغانستان زنان زدن شلاق میزنن، شو فکر کنن نمیدونن، سن نیاز دارن شما براشو تعریف کنی. آخه مسئله ای اون یارو سرمایه داره اومده اونجا شلاق زدنه نمیدونم یه زن یا یه بچه یا کودک کش یا فلان کش نیستش که فکر میکنه این همه کشورهای دنیا دارن آدم آدم زنده زنده میخورن، اینا مسئله شونه بابا؟ اونجا باید بری خانوم، اونجا که میری صحبت که میکنی باید به اینا توضیح بدی. بله درسته سرمایه است، منم میدونم شما به دنبال سرمایه گذاری هستید، اما رژیم جمهوری اسلامی در واقع آینده ای نداره. در ثانی سرمایه نیاز به امنیت داره، نیاز به ثبات داره. نظام نکبت اسلامی یه عامل بیثباتیه، یه عامل ناامنیه. اینها باعث این میشه که سرمایه گذاری های شما به نتیجه لازم نرسه، جدای از اینکه در واقع همه شرکت ها که دیگه شرکت های اسلحه و نمیدونم فلان نیستن، که ما تو عرصه‌های مختلف شما میتونید سرمایه گذاری بکنید توی منطقه، اما میبینید این ناامنی جلوگیری میکنه از همه سرمایه گذاری ها. و باید با این زبون با یاروها صحبت کنید که در واقع اونها رو با منافع خودشون درگیر کنید، که آقا این منافع شما در واقع در اینجا تأمین نمیشه، این بیثباتی بعد در واقع اینکه در اروپا این همه نابسامانی ایجاد میشه، موج این مهاجرت ها دامن اروپا رو میگیره، موج این مهاجرت ها میاد اسلام سیاسی در اروپا بعد و و و و, و. شما بسته به مخاطبتون اونجا باید باش صحبت کنید، نه اینکه یه داستان داری هی میری همینو هم داری روزه میخونی میگی بگی بابا من سالها تو آیلو کار کردم. خب برای پیشبرد یک امری بایستی هم هیئت کارگری موافق می بود، هم هیئت های کارفرمایی و هم دولت ها. شما فکر می کنید من این داستان رو وقتی میخواستم برای هیئت کارفرمایی جا بندازم همون سناریویی رو می گفتم که به هیئت کارگری می گفتم، یا برعکسش؟ نه، یا دولت ها همچنین. ببینید با هر کسی باید زبان خودش رو به کار بگیری، نه اینکه یه داستان داشته باشی و همین و همین. والا آخونده هم اینجوری نیستن، اونا هم که دیگه سنتی ترینشون ابله ترین آخوند بالا منبر که میره تا نگاه کنه میبینه ته مجلس یه نفر با کیف سامسونت داره راه میره، میگه در این مجلس که دانشمندان بزرگان حضور دارن، میگه آقای فردا یه کسی کارشون میمیره ما رو دعوتمون کنن، فردا رفت جدید دوتا کلا نمدی از اون طرح رد میشن، یارو برمیاره میگه پیغمبر اکرم فرمودن کارگر تا هنوز عرقش خوش نشده دستمزدشو بدید بره، میگه اینم ممکنه کس کارش بمیره ما رو فردا دعوت بکنن. ببینید آخه این که شما همه جا میخوای یه داستان بگی که نمیشه که. من این رو عرض کردم خدمتون و در واقع اینا مهمه در نظر گرفتن این مسئله، وگرنه میشه چی؟ جلسه برای جلسه، نشست برای نشست، ظهور نمیدونم عکس یادگاری، از این مرحله باید عبور کنی و بایستی ماده، ببینید رفتی اومدی مادهش چیه؟ حرف که همه میزنن، خب باید بتونی در واقع چیزی مادی دستمون بیاد، این که خوش بریم اینجوری دیدار کنیم و راضی برگردیم که نشد که، آخه این امکان از دست میدی، فرصت از دست میدی، و یادتون باشه این فرصت ها همیشگی نیست، شما هم همیشه در تیررس نیستید یا مورد توجه نیستید، این عمرش مثل عمر در واقع میر نوروزیه، 5 روزه، خب نوبت میشه میزنی میری، این نگاه منه. من ممنون و سپاسگزارم.